تصویب شصتمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر، شکنجه و اعدام در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد شصتمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی را از سوی ارگانهای ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر و استمرار شکنجه و اعدام در اجلاس این کمیته در نیویورک تصویب کرد. 83 کشور به قطعنامه محکومیت حکومت آخوندی رأی مثبت دادند. قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد دیکتاتوری آخوندی را به خاطر نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم ایران، روند فزاینده اعدام‌های جمعی و خودسرانه به ویژه اعدام نوجوانان که شمار آنها بعد از نمایش انتخابات رژیم به 320 اعدام بالغ می‌شود و همچنین به خاطر استمرار شکنجه و مجازات‌های وحشیانه ضد انسانی و تبعیض و سرکوب ملیت‌ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف محکوم می‌کند و تأکید می‌کند که رژیم باید از التزامات بین‌المللی و اصول جهان شمول حقوق بشر تبعیت کند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تصویب شصتمین قطعنامه محکومیت رژیم نامشروع و جنایتکار آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد را به مردم ایران و به همه اعضای مقاومت و مجاهدان و مبارزانی که یک دم از افشای جنایات این رژیم باز نایستادند تبریک گفت و تأکید کرد پس از تصویب شصتمین قطعنامه باید پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه جنایی بین المللی احاله شود. مردم ایران که فرزندانشان در سراسر ایران از کردستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان تا تهران و خراسان و آذربایجان و همچنین در اشرف و لیبرتی به طور مستمر هدف سرکوب و کشتار و وحشیانه ترین جنایات طراحی شده از سوی این رژیم ضد بشری قرار می گیرند، خواستار قرار گرفتن سران دیکتاتوری آخوندی در مقابل عدالت هستند. خانم رجوی به همه طرفهایی که در ادامه سیاست مماشات و ضمن مذاکرات اتمی نقض حقوق بشر در ایران و اعدام 120 هزار زندانی سیاسی و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی این رژیم در منطقه به ویژه در سوریه و عراق را به فراموشی می سپارند خاطر نشان کرد. دعاوی میان تهی نرمش و اعتدال پس از روی کار آمدن آخوند روحانی در حالی صورت می گیرد که این رژیم پس از نمایش انتخابات به وحشیانه ترین جنایات ضد انسانی و 320 اعدام جنایتکارانه مبادرت کرده که هدف از آنها ارعاب مردم ایران و ممانعت از انفجار نارضایتی ها و قیام عمومی است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت رژیمی که اکنون برای شصتمین بار از سوی جامعه بین المللی به خاطر نقض حقوق بشر و تبعیض و شکنجه و اعدام محکوم شده است باید از جامعه جهانی طرد شود و مورد تحریم‌های قاطع و همه‌جانبه قرار گیرد.